Hello everybody, this is Borna Kazarani from Melbourne, Australia. I hope you're doing fine. And first of all, thank you so very much for all your lovely comments and messages regarding of my shows, and please forgive me if I'm not able to reply you straight away. Today I want to talk to Taha Parsa Shojan Nuri, who was born in 1981 in Tehran, Iran. His father is Alireza Shojan Nuri, who is an Iranian film producer and actor, and his mother is professional painter and translator. Dangshu is one of the music band formed in Iran, and its genre is fusion. In 2004, the idea of forming a music band with a new approach to Iranian songs and Iranian folk music. Reza Shaya and Taha Parsa, two Iranian brothers, began study and research in this field in 2006. With a compilation of ideas, it led to selection of the name and official registration of Dang Show as a band. In 2010, one of the Dang Show's albums, Shiraz 40 Years, was the best-selling album on the Amazon website for 2 months in Avant-garde section. Taha Parsa has received the Best Album Award from the Iranian audience for his latest official album, Dang Show, which is called Mad Onai. He is also a filmmaker and has made more than 25 short and feature films. Among the awards related to his directing, I can mention the special award of the jury of Tehran Short Film Festival and the Best Reconstructed Documentary from the Sony Film Festival. If you want to find out more about this lovely band music, you can go to their official page on Instagram. And the entire conversation actually is going to be in my mother tongue, Farsi. Thank you. دوستان از فارسی زبان سلام، من برنا کازرانی هستم از شهر ملبورن کشور استرالیا. با شما دارم صحبت میکنم. امروز میخوام با تاها پارسا شجاع نوری متولد 1360 در تهران صحبت بکنم. پدر او از تهیه کنندگان و بازیگران سینما ایران است، آقای علیرضا شجاع نوری، و مادرش یک نقاش و مترجم حرفه است. دنگ شو نام یک گروه موسیقی است که در ایران شکل گرفت و ژانر آن موسیقی تلفیقی است. سال 1383 ایده تشکیل یک گروه موسیقی با نگرش تازه به ترانه های ایرانی و موسیقی مردمی ایران، رضا شایا و تاها پارسا دو برادر ایرانی را بران داشت که مطالعات و جستجوهای خود را در این زمینه در کنار فعالیت های اصلی خود آغاز کنند. سال 1385 با کامل تر شدن ایده ها منجر به انتخاب نام و ثبت رسمی دنگ شو به عنوان گروه موسیقی گردید. دنگ شو در سال 2010 با آلبومی به عنوان شیراز 40 ساله به مدت 2 ماه در وبسایت آمازون و در قسمت موسیقی آوانگارد پرفروشترین آلبوم بود. موفقیت‌های دنگ شو به عنوان یک گروه موسیقی جریان مهمی را در موسیقی ایران به وجود آورد و پس از دنگ شو گروه‌های بسیاری با الهام گرفتن از حرکت دنگ شو به وجود آمدند و موفقیت‌هایی هم کسب کردند. تاها پارسا برای آخرین آلبوم رسمی دنگ شو مد و نای جایزه بهترین آلبوم از دیدگاه شنوندگان ایرانی را دریافت کرد و همچنان به فعالیت‌های خود در دنگ شو ادامه می‌دهد. تاها پارسا همچنین یک فیلمساز است و تا امروز بیش از 25 عنوان فیلم کوتاه و بلند ساخته است. از جمله جوایز مربوط به کارگردانی او می‌توان به جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم کوتاه تهران و بهترین مستند بازسازی شده از جشنواره فیلم سونی اشاره کرد. اجازه بدین که من از تاها بخوام که برای گفتگو در حقیقت به من ملحق شه. تاها جان سلام عزیز دلم. سلام عزیزم، چطوری؟ خیلی خوب هستم و خوشحالم که به خونه تو اومدم یا تو به خونه من اومدی. آره، روزا همه به خونه همدیگه میریم از این طریق. خیلی خوشحالم که اینجا هستی. فقط یک خواهشی میتونم ازت بکنم که هنس فری تو اگر میشه در بیاری، چون که خشخش میکنه. آه، الان داره خشخش میکنه؟ الان یه خورده داره خشخش میکنه. بذار الان بهتره؟ الان بهتره، آره ازم. آره، تاها چطوری؟
من خیلی خوبم، بهتر از همیشه هم راستش. حالا خیلی خوب که به نسبت خوب و بد نسبیه، به نسبت قبلا هم بهترم. خب خوبه، تا خیلی خوشحالم که امروز میخوام باهات حرف بزنم. من منم همینطور. تو چطوری؟ ما که همش حرف میزنیم، بنده همش درگیر این کار لایف شو هستم و بسیار لذت میبرم. خوبه دیگه، فعلا این خیلی منو درگیر کرده این روزا. خیلی خوشحالم با آدم های مختلف حرف میزنم، خیلی یاد میگیرم. من نه اتفاقا من برنامهاتو که نگاه کردم تو فوق العاده زیاد حرف نمیزنی، بیشتر اتفاقا شنونده فوق العاده هستی و این خیلی ویژگی خوبیه برای تو، برای اینکه خیلی از آدمایی که اینجور برنامه رو اجرا میکنن خودشون خیلی حرف میزنن. نه این برنامه نه اصلا این برنامه مال من نیست. من این وسط در حقیقت یه میدیتور هستم، یه رابط هستم برای اینکه در حقیقت آرتیست های ایرانی و خارجی رو در حقیقت معرفی بکنم و اصلا برنامه من نیست، یعنی که برنامه کسایی که قراره باشن و باشون گفته بکنم. ببین من برای کار تو خیلی احترام قائلم و من اعتقاد دارم که تو جزو آدم های ویژه‌ای هستی که من خیلی خوب میفهممشون، یعنی خیلی این ارتباط رو دوست دارم. دوست حالا دوست های قبل از این گفتگو رو شروع بکنیم، الان به اونایی که الان دارن ما رو میبینن و بعدا قراره ببینن یک سلام من سلام بکنم. آره دیگه دارن ما رو نگاه میکنن دیگه. خب سلام میکنم به روی ماهتون، امیدوارم که در این نرمال جدید تونسته باشید خودتون رو پیدا بکنید و اگر که به این فکر هستید که این روزها تموم میشه و ما برمیگردیم به روزهای قبل از کووید 19، سخت در اشتباهی. ما که داریم کیف خیلی متشکر با وقت تمام دلی هرمیانی که خوب بود. ببین پیدایش اسم و انتخاب گروه شما از یکی از شعرهای مولانا میاد. این مودیفای شده اسم چگونه اتفاق افتاده؟ خودتون به دنگ تبدیلش کردین و یه زمانی که فارسی نوشته میشه این گونه خونده میشه؟ این برای خود من جالبه چون دانگه، درست میگم؟ نه دنگه. بله شعره رو که خب شعره میگه که ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو. اوکی. خود شعر مولانا. خب اصلا چرا این اسم رو انتخاب کردی؟ من خودم چند سال پیش برای بار اول شنیدم. ببین من 100% درست میگم که این اسم ما رو انتخاب کرد. 100% یعنی که واقعا یه روزی من توی ماشین نشسته بودم و به من وحی شد که این اسم گروهتونه، دنگ شو. و این اصلا اسمی نیستش که یک انتخاب انسانی از جنبه این باشه که مثلا من بشینم برینستورم کنم و هوشم رو به کار بگیرم، محاسباتم رو و یه اسم خوب انتخاب کنم. این اسم کاملا یک اسمیه که من به عنوان میدیم، به عنوان یک روح میدیم اینو دریافت کردم. حالا نمیدونم خود مولانا یا چه روحی یا از چه منبعی برای من این سیگنال ارسال شد، قطعا این اسم انتخاب شده اینجوری با هوش و ذکاوت نیست. آره. خیلی فکر نشده بوده، یعنی این اتفاق نه بوده. اصلا این اصلا از هوش من نمیاد، نمیتونم بگم این هوش من بوده این اسم انتخاب کردم، این ریسیور من بوده که این اسمو دریافت کرده و گذاشته روی بود. اوکی. ببین من خیلی خوب خوندم راجع به توی این مدت که خب ما خیلی با هم حرف زدیم و من خودم هم خب خیلی راجع به چیزهای خیلی عمیق‌تر ما گفتگو کردیم توی این چند هفته پیش، ولی شما جزو اولین گروه ها و یا اصلا اولین گروهی بودین که موسیقی تلفیقی رو آوردین داخل ایران، درست میگم اینو؟ حالا به ادامه بده حرف تو، یه بخشیش درسته یه بخشیش نیست. بدونم چون هر کجا که من سرچ کردم و گوگل کردم این برام اومد. میخوام ببینم مثلا انگیزه چی بوده از ابتدا. ببین انگیزه این بود که خب به هر حال من عاشق موسیقی ایرانی بودم و به خصوص صدای آقای شجریان
و خب ولی میدیدم که موزیکایی که گوش میکنم، یعنی من دارم مثلا موزیک سنتی رو فقط به خاطر تکنیکای استاد شجریان گوش میکنم، خود کل اون پکیجه برام قابل قبول نیست، حوصله‌ام سر میره، یا اصلا گوشم اون تغذیه‌ای که باید و خیلی جاها نمیشه به عنوان یه شنونده امروزی. ولی خب چیکار کنم، من بین این دوتا قرار گرفته بودم، یعنی بین موسیقی هایی که گوش میدادم که خیلی هاشون از غرب اومده بودن و اینکه مثلا یک اعجوبه هایی نظیر استاد شجریان یا جلیل شهناز یا آدم های دیگه‌ای که کاری انجام میدن، ولی اون پکیجینگه برای من قابل قبول نبود. آره اون آدم اون توی اون کاری که داشت انجام میداد بی نظیره، مثل مثلا آقای شجریان تو کاری که دارن خودشون تو موقعیت خودشون، ولی اون تیم ورک رو من دوست نداشتم، مدل تیم ورکشون رو دوست نداشتم. این بود که ترجیح دادم. بعد از اون برم قبل از ما مثلا محسن نامجو اومده بود کار کرده بود. آها اوکی. آره محسن نامجو که قبل از ما این کار اومده بود کرده بود و اینا، یه مقداری من اختلاف سلیقه داشتم و اونم اینجا بود که یه مقداری اون صدا و مدل خوانندگی و صدا سازی کاریکاتور و حالت طنزگونه و ساختار شکنانه ای تو خودش داشت، یعنی اون خود همون صداه هم ساختار شکن بود، من نمیخواستم خود اون صدا هم ساختار شکن باشه، من میخواستم اون صدا از همون قواعد قبلی تبعیت بکنه اما بسته بندی ساختار شکنانه باشه، نه خود اون صدا. متوجه منظورم؟ نمیدونم. اوکی. یعنی طنز رو من میخواستم بگیرم، نمیخواستم طنز، اگه میخوام ساختار شکنی کنم نمیخواستم جنبه طنزگونه داشته باشه، میخواستم تو همون مسیر جدی خودش ولی ساختار شکن باشه. آها اوکی. این بود که میرفتم برای خودم شجریان استخدام میکردم که اینا میشدن خواننده های دنگ شد، یعنی شجریان های جوان رو پیدا میکردم میآوردم، بند رو چیده بودم، اون شجریان میشست در قالب یه گروهی که اون وقت. حالا اگه من بخوام به سوال اولت که گفتی شما اولین گروهی هستین که جریان تلفیقی، نه به این موسیقی تلفیقی که یه چیز خیلی گسترده است، اصلا من در حد و اندازه‌ای یا اصلا سنی ندارم که بتونم بگم جریان موسیقی تلفیقی رو من وارد ایران کردم. به عنوان مثال مثلا یه آهنگی داره مثلا خانم گوگوش که شعرش رو داره صدا میکنه، ولی میگه به من کمک کنه عشق دلم خیلی گرفته، نگو از دوری کی نپرس از چی گرفته، مثلا اینو خانم گوش میخونه. خب اینو داره تو ماهور میخونه و بقیه سازایی هم که کنارش دارن میزنن کاملا غربی هستن و یه موسیقی پاپ محسوب میشه. پس این تلفیق اتفاق افتاده، من تلفیق رو وارد ایران نکردم، من اون چیزی که وارد ایران کردم و باعث میشه که موسیقی بعد از انقلاب به دو دسته قبل از دنگ شو و بعد از دنگ شو تقسیم میشه، ذهنیت برندینگ موسیقی بود. این کار قبل از ما نشده بود، اینی که چند نفر خودشون، چند تا جوان خودشون یه بندی رو اینجوری به وجود بیارن، اولا که ذهنیتشون این نباشه که از موسیقی غربی تقلید بکنن، یعنی مثلا ما دور همین قرار نیست متالیکا بشیم، ما دور همین میخوایم موزیک خودمون رو بزنیم، منتهی موزیک خودمونم صرفا از سنت‌های خودمون نیومده، ما آدم‌های امروزی هستیم، یک بندیم دور هم دیگه و اسم خواننده اونقدر مهم نیست که اسم اون برند مهمه. یعنی چی؟ مثلا دنگ شو خواننده‌های بسیاری داشته، شما اسمشون حتی ممکنه ندونین ولی برند دنگ شو رو میشناسین و میدونین اون اثر مال دنگ شوه. آره. بعد از دنگ شو گروه‌های بسیاری اومدن که این ویژگی رو داشتن، قبل از اون مثلا میگفتن گروه مثلا چه میدونم دستان با خوانندگی علیرضا افتخاری، ولی همه علیرضا افتخاری رو میشناختن، میگفتن گروه دستان و همایون شجریان، همه میرفتن کنسرت همایون شجریان که حالا گروه دستان هم واسه خودش بود اونجا و داشت کمک میکرد. آره.
ولی بعد از دنگ شو اینجوری بود که میرن کنسرت چارتار، نمیرن کنسرت آرمان گرشاسپی. آره الان متوجه شدم، درست میگی. ما خیلی با هم حرف زدیم و توی چند هفته گذشته و چند روز گذشته تو روحی، تو یک روحی بسیار ویژه است که من این رو خیلی خوب میفهمم. این روحیه و شخصیت تو برای شخص من خیلی خیلی جالبه، خیلی شخصیت جالبیه و اینم به خوبی میفهمم که این موسیقی تلفیقی یه هویری شبه به وجود نیومده. یعنی اینجوری نبوده که شما یه هویری دور هم جمع بشه من میخوام ما میخوایم موسیقی تلفیقی رو مثلا درست بکنیم. در کنار خواندن شعرهای کهن و نوع ویژه کار گروهتون، یک ساکسیفون نواز خبره هستی که خب اینو شاید خیلی ها نمیدونن و قرار بود که دوستم راجبه این قضیه باهات صحبت کنم. از کجا اومد؟ چرا ساکسیفون رو تو انتخاب کردی؟ و یه خورده راجبه ارتباطت با ساکسیفون بر من حرف بزن. خیلی بر من مهمه این چیزی که میخوام بگم، برای خود من خیلی مهمه، جالبه. یه نکته ای که آخر سرش که تموم شد حرفم بگو، اونو بگو که من اونو بهت بگم. الان نمیخوام بگم نه آخر مصاحبه نه آخر همین سوال، قبل از اینکه بریم سوال بعد بگو، اونو حالا بگو من اونو بهت بگم. خب الان نمیخوام اونو بگم ولی یادم نره بهت بگم آخر همین سوال، اونو بگو بگو. ببین مثلا شما توی آموزش موسیقی برای کودکان که مطالعه بکنی، بیشتر محققین این اعتقاد رو دارن که دو تا فاکتور اصلی هست در انتخاب ساز برای کودک، و این دو تا فاکتور رو وقتی لحاظ بکنیم و علایق کودک رو در نظر بگیریم، بیشتری موندگاری رو با اون ساز اون کودک خواهد داشت. یعنی مثلا برنا میخواد یه ساز انتخاب کنه، برنا کوچولو، این برنا کوچولو چه پارامترایی اومد بهش اطلاع رسانی بکنیم و چی رو در نظر بگیریم که این بیشتر برنا با اون ساز ادامه بده، نه اینکه مثلا یک سال بزنه بذاره کنار. دو تا چیزه، اول شکل سازه، خود شکل سازه، آره، دوم هم صدایه، اون صدایی که تو گوش میده صدای سازه. این دو تا چیزه که خب بچه باید ببینیم به کدومش علاقه داره و چیزه. حالا اینکه سخته یا آسونه یا اینا همشون دیگه مراحل بعدیه، اینکه اصلا این ساز برای بقیه چقدر سرگرم کننده است اصلا مهم نیست. مهم اینه که اون بچه اول با شکل ساز، فیزیکی ساز ارتباط بگیره، بعدم با صداش. من اصلا ساکسوفون رو ندیده بودم و نمیدونستم چه شکلیه، پس مورد اول در مورد من کاملا مردوده، یعنی اصلا شکل رو من هیچ آگاهی نداشتم. بخاطر اینکه زمانی که خب من این ساز رو انتخاب کردم، ما که ماهواره تو خونه نداشتیم، آدم های کمی اصلا ماهواره داشتن، اونقدر زیاد نبود ماهواره. و منم موزیک خیلی خوب گوش میکردم از بچگی، ولی تصویری هیچ وقت نمیدیدم اینا رو. اون زمانی که من یهو جذب این ساز شدم، تازه آقای کنیجی شروع کرده بود به معروف شدن و صدای سازش رو میشد شنید جاهای مختلف، و توی ایرانم تازه آقای فؤاد حجازی با علیرضا عصار میزد. آفرین آفرین. تازه فؤاد حجازی چند تا کار ریلیز کرده بود و من همینجوری این صدا رو میشنیدم و نمیدونستم که اصلا اسمش هم ساکسوفونه. یه بار تو ماشین به پدرم گفتم آها اینو من میخوام، اینو میخوام. بعد پدرم گفتم که چیه این؟ پدرم گفت این ساکسوفونه، چون پدر من تحصیل کرده بازیگری از آمریکا هستن. آه اوکی. بنابراین دیگه کسی که توی مثلا آمریکا درس بازیگری رو تموم کرده باشه، حتما ساکسوفون یکی از چیزایی که خیلی باش برخورد داشته و آشناست. که من گفتم من این صدا رو میخوام، عاشق این صدام و این صدا رو میخوام تولید کنم. و خیلی عجیبه که پدرم اینقدر منو جدی گرفتن و خودش، پدرم با خود، یعنی با خودش رفت ژاپن. اون موقع اصلا توی تهران نمایندگی یاماها الان بعدن ایجاد شد توی پیچ امرو، ولی اون موقع نمایندگی و اینا نبود که مثلا بتونی بری راحت بخری یه مغازه‌ای بگی و اینا. پدرم خودشون پرواز کردن رفتن ژاپن برای من، از اونجا یه دونه یاماها خریدن و برگشتن اومدن
و این سازی که برای من آوردن هنوز همون سازیه که بعد از 22 سال من دارم همین سازو میزنم و 22 ساله که از این بیبی من خیلی فاصله نگرفتم. خیلی جالبه. من فکر می‌کنم خیلی نمی‌دونستم. من خودم اصلا نمی‌دونستم که انقدر تو خب بعد چرا اون کانکشن رو دوست دارم بدونم. دیدی یادت رفت اونو بگی؟ ها؟ اونو نه نه خب بگی. الان اونو بگو که قرار بود بگی. این توضیحیه که خیلی خوبه که هم به خودم تکرار کنم، همین که دوست دارم با تو هم به اشتراک بذارم. مخترع این ساز یه آقای هست به اسم مثلا پیتر یا یه چیزی اسمی سکس، فامیلشون سکس بوده. اون موقع معنیش این نبوده که فامیلیش این سازه بوده، فامیلی خود آقای سکس بوده تو بلژیک، هنوز این ساز نبوده، این آقا این سازو به وجود آورد. بله. و بعد میشه این ساز اسمش هست سکس آبستروف او آبستروفون، یعنی اسم این سکس هست سکس آبستروف او آبستروفون، یعنی دوستایی که مثلا میگن سکسیفون و اینا اصلا اون سکس و فون. اینو میخواستم بگم. این همون چیزی بود که من باید بهت میگفتم. نه این همون نکته بود که میخواستم بگم راجع به این ساز سکس و فون. بچکرم. تو ها یک خود از بچگی برام بگم گذشته من. خب تو این مدت با خیلی ها گفتگو کردم، حالا آدم های مطرح، آدم هایی که بر من ویژه بودن، آدم هایی کنان بود. یه خود از بچگیت به هم بگو بر من گذشته آدم های آرتیست یا حالا آدم های ویژه خیلی مهمتره یا مهمتر شده تو این سالا که الان خب تو مطرح هستی، معروف هست گروهتون، چه اتفاقی افتاد؟ خیلی دوست دارم بدونم که چی شد که تو الان اینجایی هستی که هستی تو زندگیت. میدونی اون بچگیه رو دوست دارم میخورده راجبش برخم. ببین باید اول موردی بگی، مثلا چرا مثلا اینقدر عصبانی هستی، بعد مثلا باید میگم یه بار از دست پدرم افتادم رو موزاییک مثلا بهتره بگی چرا مثلا کج را میری، یه بار پام مونده لای در، یعنی یه نکته یا بگو که هم اونو برات توضیح بدم. کلن که سخته بخوام بچه کی ما بگم. خب بریم چیزی که من رو مثلا یه نکته بذار من یه چیزی همینجوری بگم شاید این به دردت بخوره. بگو. من خیلی شانس آوردم بابت اینکه برخورد من با آرت یه برخورد معمولی از یه خانواده هنری که دیگه بچه هم همینجوری گوگلی تو هنر بار میاد و اینا نبود که لوس بشم. مثلا به عنوان مثال، مثلا مادر من که فوق العاده انسان فرهنگی و باسواد و خلاقی هستن، یعنی مثلا سفال های مادر من رو ندیدم جای اینه شده، اصلا بدون تعصب دارم میگم، مثلا نقاشی های مادر من رو ندیدم جایی، ارائه نمی کنه نقاشیش رو، کاری که ارائه می کنه کتاب هایی که ترجمه کرده، تعداد زیادی عنوان کتاب برای انتشارات امیرکبیر ترجمه کرده، مثلا برای مهناز باقری. Okay. مهناز اسم مادرم، مهناز. این مهناز فوق العاده آدم آرتیست و فوق العاده آدم خلاق و یعنی مثلا دارم میگم جزو معدود ماماناییه که نرم افزارهای تدوین هم بلده. مثلا چرا باید مامان آدم تدوین بلد باشه؟ در حالی خب کارش این نیست ولی مثلا خوب بلده، یعنی اگر برای چه ویدیو تو راشتو بفرستی قشنگ میتونه برای تدوین کنه، تیتراژ اول آخر بزنه بفرسته برات، مثلا در این حد بروز. حالا ربطشو میخوام به موزیک بگم. مادر من گیتاریست بی نظیر، گیتاریست خیلی عالی، یعنی اصلا ببین آستوریاسی که من از مادرم شنیدم وقتی بچه بودم هنوز مزدش تو گوشمه، یعنی از هیچ گیتاریست دیگه اون آستوریاس رو من اون شکلی نشنیدم و بعدم دیگه من هرگز اون گیتار و اون صدای بی نظیر رو نه ندیدم و نشنیدم و تا امروزم از اون لحظه تو کودکیام تا امروز مادر من دست به ساز نزده. جواب بسیار جالب و غیر قابل پیش بینی بود. خیلی خیلی جالبه، خیلی بر من خیلی جالبه چون مشخص، یعنی
خیلی برام جالبه این نوع پرورش و اومدن بالا و به اینجا رسید. دن حالا میخوام اصلا جب و دیگه حالا یه کوچولو هم موازیشو بگم از اون برم. حالا مادرم که خودش آرتیست بود، حالا اینکه سازشو بخشید و کلی چیزای، یعنی برای ما آوازی که مادرم تو خونه میخوند خیلی قشنگ آواز میخونه مادرم و همه اینا، اون که ادامه داشت. پدرم از اون بر به خاطر شرایط اون روز انقلابی ایران، پدرم که نمیتونست از موسیقی دل بکنه، موسیقی بخشی از زندگیش بود، اما خب با یک ملاحظاتی، مثلا فقط شجریان میخرید و بتهوون و پاگانینی. مثلا من بچه بودم همش یادمه که مثلا کاست های شجریان داشتیم، از این کاست قدیمی ها که تو جلدای ستایی هست، مقوایی اینجوری با آره. کاست هامون تو چیده شده، گل های تازه و نمیدونم اینجور کارا بود. به اضافه دقیقا از همونا مدل مثلا فانکرایان، اون مثلا کارهایی که فانکرایان مثلا از بتهوون رهبری کرده و از پاگانینی دوباره، و دقیقا یادم تصویرای این آلبوم ها که خیلی من لوپ همش کارهای پاگانینی و بتهوون، و حالا مثلا چند سالم، 4 سالمه، شجریان، بتهوون، پاگانینی. یعنی تو خونه ما، من 19 سالم بود 18 سالم بود یادم نیست کی بود، به اولین دوست دختر زندگیم گفتم موسیقی مورد علاقه چیه و کیو دوست داری؟ گفت گوگوش. گفتم گوگوش چیه؟ گفت گوگوش خواننده است دیگه. بعد مثلا برام کاست گوگوش آورد، بعدم گوش دادم، گفتم این چرا تو دماغی، اصلا یعنی اصلا برای من کاملا جدا بود. کم کم عاشق گوگوش شدم تو سن مثلا 20 سالگی تازه آشنا شدم. هایده رو تو 19 سالگی اولین بار باش آشنا شدم. همشون درام عجیب و تو دماغی بودن، همه خواننده ایرانی شدن، گوش نداده بودم، من فقط شجریان شنیده بودم و شهرام ناظری مثلا نهایتاً دیگه. چقدر جالبه این، چون مادر منم خیلی به ما با موسیقی های شجریان و حسام الدین سراج، من مادرم دائم علیرضا افتخاری، بله بله، ناظری، اینا دقیقه چیزایی بود که بنان، مثلا پدر بزرگ من خیلی بنان گوش میداد قشنگ یادم. بعد این صفحه بود که من در همون دوران بچگی زدم رو صفحه، این چیزش، این سوزنش دقیقا شکست دیگه، هم درستش نکردن و قشنگ یادم اون دوران رو. تا جان میخوام یه خورده فضا رو عوض کنیم و یک قطعه از اون کارهایی که دوست داری بزنی رو بازد کنید، هر آن چیزی که دوست داری رو بزنی و بذاری که هممون لذت ببریم. خودت هم، منم ندیدم که تو اول بگوییم چقدر از گفتگوی ما گذشته از نظر زمان. ما 30 دقیقه تقریبا، یه 25 دقیقه دیگه فرصت داریم. اوکی خب خوبه، پس دیگه هر آن چیزی که خودت دوست داری رو. اوکی میخوای من پس یه سوال از تو بکنم تا تو داری جواب میدی، من پشتم سکسم آماده بکنم که بسیار کار خوبی میکنی، هر سوالی دوست داری بکن. تو چجوری و کی با دنگشو آشنا شدی و اینکه من یک دوست دارم به نام تبسم و زمانی که در حقیقت اینا داشتن اسباب کشی میکردن، تبسم و سمیرا من توی استرالیان، من گوشم با توی آدارم سازم آره آره میدونم، اینا توی ملبورن بودن، یعنی ملبورن هستن. بعد من یادمه که من نمیدونم، تو ماشین بودیم و زمستون هم بود، خیلی هم هوا سرد بود مثل الان، یه موسیقی داشت پخش میشد، فکر کنم قضیه مال چندین سال پیشه، که انقدر برای من جالب بود این موسیقی که داشت پخش میشد و صدایی فکر کنم رویان و نهالی بود. بله. چون میدونم، یعنی این نمیدونم دقیقا اون ترک ها بود یه چیزای مختلف که بعد، یعنی تو ماشین تبسم درسته؟ ها؟ تو ماشین تبسم، توی ماشین دوست تبسم داشتیم گوش میدادیم که گفتم تبسم اینا که عاشقه، اینا اسمشون گروه دنگ شو اینا، و از اون موقع خیلی من با گروه شما آشنا شدم و ماها گوش میدادم، خیلی خیلی زیاد گوش میدادم، خیلی حس ریلکسی رو به من میداد دنگ شو، بیشتر از این که حس. ببین میدونی چیه، یکی از چیزایی که من توی این موسیقی تلفیقی بعضی وقتا اذیتم میکنه اینه که حس خیلی غمی رو به من میده، من نمیدونم چرا، یعنی حتی
نمیدونم چرا این حس رو به من این حس رو به من میده، خیلی غم، حالت غم برای من به وجود میاره. چیزی که شما برای من جالب بود از یعنی کار شما اینه که شاد میکنه آدم رو و ریلکس میکنه. حالا این استنباط منه، میدونی خیلی حالت ریلکسیشن داره. میگه خیلی سوال خوبیه و مرز باریکیه. حالا بذار من تیک سکس بزنم تا دیر نشده، چون میخوام وسط گفتگو یه سکس بزنم حتما برات. ولی مرز باریکیه که اصلا این غم چیه. مثلا من دقت کردم خود اصلا اون سورسای ماجرا اگه تو سطحی بهشون نگاه کنی غم میگیری، اما غم نیست. ولی اونایی که تقلید میکنن از اونا همش غم رو ارائه میکنن. مثلا خود استاد شجریان بیشتر کاراش غم نداره، یعنی مثلا حالا موزیک ایرانی غمگین و اینا رو کاری ندارم، مثلا اون مثلا بیشترش ماینره، مثلا از نظر تئوریک علمی کاری ندارم. ولی خود کاراکتر صدا سازی استاد شجریان کاراکتر محزونی نیست، کاراکتر قدرتمند و ظریف و میدونی در این حال حرفه‌ای و تکنیکیه، اصلا غم و غصه نداره توش ناله کنه و این حس رو به من میدن بعضی از این چیز. همین میگم اون اصلی ها نمیدن اون حس رو، آدم اصلی ها این حس رو نمیدن. یعنی مثلا خواننده هایی که اصل منبع الهام هن. کسایی بیشتر این حس غم رو میدن که دارن از اون برداشت میکنن، اون غمه رو برداشت میکنن. یعنی خب من از این حس رو وقتی به اون روز که رفته بودم برای فیلم داشتم میگرفتم، خیلی وقت پیش بود که برای فیلم داشتم میگرفتم کنار رودخونه راه میرفتم و دائما داشتم گوش میدادم. یکی گروه شما هست مثلا سارا نایینی و سارا خوبه دوست خوبمه، یا مثلا حال آدم رو خوب میکنه. این استنباط منه. من مطمئنم که موسیقی خب روی آدم خیلی تاثیرات مختلفی داره. من نمیخوام زمان رو دست بدیم، برو بزن. نصفه ای تا ها. آره خوبه.
کجا داشتیم یادی دوباره من خوابم گرفته بود، خیلی باحال بود. مرسی عزیزم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خیلی سوال اومده، من فکر نمیکنم اصلا برسیم به سوالایی که بعد از طرف مردم میخوایی خود جواب بدیم به جای سوال ها؟ جواب بدیم چون جوابا کمه، سوالا زیاده، نمیرسیم. خب چیکار کنیم بگو؟ تو من الان اینقدر محو اون چیزی بود شدم که تو زدی که الان اصلا من هیچ حد بکنم تو فقط بری بزنی تا میتونیم، خب میتونیم زیاد حرف نزنیم، من میتونم برای تو آهنگ بزنم. برو بزن، چون که موزیک زدن بهتر از حرف زدن. آره آره برو بزن، برو یه دونه دیگه بزن، یکی دوتا دیگه سوال پرسن بعد تموم بکنیم. خیلی حال خوبی الان. آره خب من یه دونه پس موزیک با بکراند میزنم. برو یه خورده دوربینم بده بالا چون قدت همچنین یه خورده کوتاهه، ما یه خورده بیشتر از تو ببینیم. خب ببین من باید بشینم اگه میخوای من رو ببینی. دوربین رو خب بدم بالا، دوربین الان بره بالا، نگاه کن چی میشه، سقف دیگه میبینی. خب همونجا موکی بوده یا اگر آره. یه خورده خوبه خوبه حالا من شروع میکنم. خب صدای تو رو میشنوم، تو مثلا به من بگو که چون من الان میخوام یه موزیکی پخش کنم، نمیدونم که بلنس اینا چجوری خواهد بود. خب برو. میخوام که اون موزیکه رو با سکس و با یه تعادلی شما بشنویم. باشه برو. میدونی من بس شروع میکنم بعد این که خب این فکر کنم مثلا 7-9 دقیقه طول بکشه این آهنگی که میخوام بزنم. چقدر دیگه میمونه از وقت گفتگومون؟ چقدر طول میکشه؟ 7-9 دقیقه، 10 دقیقه. آره فکر میکنم مثلا دیگه بعدش دیگه تموم میکنیم. تموم میکنیم اوکی، پس من اینو میزنم و دیگه بعدش تموم کنم. برو برو. اصلا تو موزیکا میشتری الان؟ Thank you.
داشت. خیلی خوشحالم که خیلی من اصلا به وجد آوردی برای گفتگو با آدمای دیگه. خیلی خوشحالم که برات ساز زدم برنای عزیز. خیلی باعث افتخار منه که این اتفاق افتاد. امیدوارم در یک جا به صورت زنده من ببینمت. اختیار داری، اون که حتما خواهد بود، حتما هم دیگر از نزدیک میبینیم. اما دلیل این که من آسون ساز میزنم این نیستش که سازم ارزش نداره، یا اینکه بد ساز میزنم، یا اینکه عشق اینم که مثلا حتما خود نمایی بکنم. دلیلش اینه که احساس میکنم شاید فردایی نباشه. یعنی مثلا اون دوستای هنرمندی که تو ازشون میخوایی که مثلا بخونن یا ساز بزنن و میگن که ایشالله فرصت دیگه، کدوم فرصت دیگه؟
کرونای بعدی. نه اصلا نه، کدوم فرصت دیگه؟ کی گو، کی داده، کی گرفته؟ اصلا از کجا میدونی که یه بار دیگه من و تو حتی به صورت مجازی هم دیگه رو خواهیم دید؟ بنابراین وقتی ازم درخواست کردی توی مکالمات قبلیمون که اگه میشه سازی هم بزنم، خودم باهات فقط همکاری کردم و گفتم که دو تا قطعه بزنیم، اینجوری باشه اینجوری باشه. من که اصلا کجا معلوم. همین همین، خیلی جالبه، به نکته بسیار بسیار خوبی اشاره کردی. باید تمام بکنیم تا این، من چون آپلود میکنم اینو توی IGTV و بیشتر از یه ساعت نمیتونم. خب نه، منم که اصلا باید برم الان. در نهایت اگه میتونستی هم باید اینو موکول میکردیم به فرصت دیگه. اما من میخواستم داری برنامه آره، من ولی میخواستم که تو همین فرصت اولی هم که با هم هستیم حتما ساز بزنم، برای اینکه هم تو رو خیلی دوست دارم، هم برنامه تو خیلی دوست دارم. و اینکه چند دقیقه وقت داریم الان؟ یه دقیقه، نه دو دقیقه. دو دقیقه، اوکی. و اینکه واقعا من مدیونم به آدمایی که تو شرایط بد من و تو شرایط بد خودشون حتی منو تشویق کردن. موقعی که خودشون افسرده بودن منو تشویق کردن، موقعی که منم افسرده بودم منو تشویق کردن. این ساز زدن من به جز این که تقدیم به توه، تقدیم به احتمالاً اگه یک نفر از اونها حتی داره لایو تو رو میبینه هست. خیلی نازنینی، اصلا من همینجوری چیز میشم، میرم باهات. مرسی. خب قطعا همینطور بوده، قطعا همین گونه بوده. حالا من که خیلی خوبه، خیلی خوب شد، بهتر شد و خیلی خیلی ممنون از زمانه. دوست داشتی گفتگو رو؟ والا من اصلا نفهمیدم زمان چجوری گذشت، این نشون میده که دوست داشتم. مرسی، منم خیلی لذت بردم، یکی از بهترین گفتگوام بود واقعا و خیلی ممنون، خیلی لطف کردی. خداحافظ. مرسی که هستی واقعا. آدمای مثل تو زیاد باد تعدادشون اگه هست. مرسی عزیزم، مرسی، باد میکنم. مرسی عزیزم، خداحافظ. خداحافظ. مرسی، خیلی ممنون. با تا پارسا داشتم گفتگو میکردم، اینقدر الان من توی همون جو موزیکش هستم که ترجیح میدم همینجا تمام بکنم. خداحافظ.